اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. این چشمانداز بامدادی است در بامداد شما در تهران که 7 بامداد آنجا، ساعت به وقت کابل 8 است و به وقت دوشنبه 8:30. صبح و روزتون به خیر. داعش رجبیان هستم در بامداد یک شنبه 27 بهمن 16 فوریه از بی بی سی در لندن. فشار غرب بر ایران برای تحویل دادن جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی. وزیر خارجه ایران میگوید تجهیزات را بدهید، جعبه سیاه را نمیدهیم. در 30 روز گذشته ایران خواسته تجهیزات لازم برای خوندن این جعبه های سیاه رو به دست بیاره. اما اگه بعد از 30 روز این اتفاق نیفتاده، پس باید به راه حل های دیگه فکر کرد. محمد جواد ظریف در همایش مونیخ صحبت های دیگری هم کرده، از جمله درباره مراوده با عربستان سعودی که در برنامه خواهیم داشت. یادی هم خواهیم کرد از کسی که با نام پدر فرهنگ نویسی دو زبانه در ایران در تاریخ زبانشناسی ایران ماندگار شده. پیش از همه خبرهای جهان از فرج بالفکن تهیه کننده برنامه. سلام و صبح بخیر. دیپلمات‌های 5 کشوری که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران جان باختند، فشارهای خود را به ایران برای تحویل جعبه سیاه آن هواپیما افزایش دادند. آنها در حاشیه نشست امنیتی مونیخ از وزیر امور خارجه ایران خواستند که تهران گام‌هایی را به سوی حل بسیاری از سوالات باقی مانده در ارتباط با واقعیات حادثه و مسائل قانونی آن بردارد. در این حال محمد جواد ظریف گفته که ایران قادر به استخراج اطلاعات از جعبه سیاه هواپیما نیست، اما آن را در اختیار دولت‌های خارجی قرار نخواهد داد. با درگذشت یک گردشگر چینی در فرانسه که به ویروس جدید کرونا مبتلا شده بود، اولین مورد مرگ یک نفر در اثر این بیماری در خارج از قاره آسیا تایید شده. مقام‌های بهداشتی چین میگویند که 139 نفر دیگر در استان هوبی، مرکز شیوع این ویروس، جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع شمار قربانیان به بیش از 1600 نفر افزایش یافته. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چین هم بنا به گزارش‌ها به بیش از 68000 نفر رسیده. سینا علی‌نژاد گزارش می‌دهد. وزیر بهداشت فرانسه گفت که یک مرد 80 ساله چینی که یک ماه پیش از استان هوبی در مرکز شیوع وارد فرانسه شده بود درگذشته است. او برای 20 روز بستری و قرنطینه بود. این چهارمین مورد از مرگ در اثر ویروس جدید کرونا در خارج از چین و اولین مورد آن در خارج از آسیا است. مقام‌های استان هوبی روز یک شنبه آمار ابتلا طی 24 ساعت اخیر را 1843 مورد اعلام کردند که حدود 800 مورد کمتر از آمار 24 ساعت قبل از آن است. وزیر خارجه چین روز شنبه گفت که شیوع در هوبی اکنون به طور موثرتری مدیریت می شود که نشان می دهد این اپیدمی در مجموع قابل کنترل است. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که امروز روند بازشماری آرای حدود 300 محل در 9 ولایت آغاز می شود. بخش زیادی از آرایی که بازشماری می شود مربوط به آرای جنجالی است که پیشتر کمیسیون شکایت انتخاباتی خواهان تفتیش آن شده بود. این سومین بار است که بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه پیش افغانستان بازشماری می شود. حبیب الله ننگ، رئیس دبیرخانه کمیته مستقل انتخابات افغانستان، ابراز امیدواری کرده که هر چه زودتر روند شمارش آرا به اتمام برسد. نتایج تطبیقات مطابق با فیصله کمیسیون بورد کمیسیون انتخابات، ما گزارش تطبیقات خود با بورد کمیسیون انتخابات ارائه میکنیم و تا تصمیم گیری برای نتایج نهایی صلاحیت بورد کمیسیون انتخابات است که اونا در این مورد تصمیم خود نهایی بود. و در عراق چند راکت در حوالی سفارت آمریکا در بغداد پایتخت اصابت کرده. صدای آژیر خطر در منطقه سبز امنیتی بغداد شنیده شده، جایی که ساختمان سفارت آمریکا در آن واقع است. هنوز از میزان خسارات یا تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده. درود بر همراهان چشمانداز بامدادی هر جای دنیا که هستی. در بامداد یک شنبه 27 بهمن 1398 به وقت ایران، امیدوارم در حال روز خوشی باشید. در آغاز برنامه ناگزیریم به بیش از یک ماه پیش برگردیم و به موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حوالی تهران به ضرب دو موشک سپاه پاسداران به این موضوع برگشتیم، چون دیپلمات‌های 5 کشوری که شهروندان آنها در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند دیروز بر وزیر خارجه ایران برای همکاری بیشتر با تحقیقات و تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما فشار آوردند. به گفته فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا، دیپلمات‌های این 5 کشور خواسته‌های خود را در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در دیداری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطرح کردند.
Over the last 30 days, one of the requests of Iran was to acquire the equipment. در 30 روز گذشته ایران خواسته تجهیزات لازم برای خوندن این جعبه‌های سیاه رو به دست بیاره. اما اگه بعد از 30 روز این اتفاق نیفتاده، پس باید به راه حل‌های دیگه فکر کرد. فرانسه به ایران پیشنهاد داده که این کار رو بکنه. اوایل ایرانی‌ها با نهادهای ایمنی حمل و نقل در آمریکا، کانادا و فرانسه تماس گرفتن و من متن مکاتبات اونها رو دیدم. تمام این نهادها به ایران گفتن که نمیشه این تجهیزات رو به ایران بفرستن، چون این تجهیزات رو اصلاً نمیشه تکون داد. این تجهیزات بیشتر شبیه یک لابراتوارن. نمیشه تمام یک لابراتوار رو برد ایران. پیوست شماره 13 کنوانسیون جهانی هوانوردی میگه که اطلاعات جعبه سیاه باید بدون تأخیر خونده بشه. همونطور که به وزیر خارجه ایران گفتم، این که کشورها این بند بدون تأخیر رو هر طور دلشون بخواد تفسیر کنن، بدعتی در نظم و قوانین بین المللی میذاره. این مسئله یک راه حل داره. جعبه سیاه رو بفرستید فرانسه تا در حضور مقام‌های ایران، فرانسه، کانادا و اوکراین و بقیه اطلاعات اونها رو دانلود و آنالیز کنن. اینطوری کاملا شفاف خواهد بود. من همیشه گفتم بهترین راه مقابله با بی‌اعتمادی شفافیته و جهان خواهان شفافیته. خانواده‌های ایرانی هم میخوان بدونن که چه اتفاقی افتاده. به همین خاطر ما به ایرانی‌ها گفتیم میدونیم که بر اساس کنوانسیون شما حق دارید. اما باید قبول کرد که بعد از 30 روز اگه هنوز موفق نشدید باید به گزینه‌های دیگه هم فکر کنید. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا که میگفت ایران باید جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه بفرستد تا در حضور مقام‌های فرانسه، کانادا، اوکراین و بقیه اطلاعات آن بارگیری و موشکافی شود، اما چرا چنین نمی‌شود؟ این پرسشی است که می‌خوام با امیر کسروی خلبان و کارشناس ایمنی پرواز در تورنتو کانادا در میون بگذارم. شب شما در کانادا بخیر آقای کسروی. همین اخیرا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی گفته که ایران قادر به استخراج اطلاعات از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نیست، اما آن را در اختیار دولت‌های خارجی قرار نخواهد داد. اگه توانایی خانش جعبه سیاه وجود نداره، چرا به نظر شما ایران حاضر نیست که جعبه سیاه رو به کشورهایی که این توانایی رو دارند تحویل بده؟ در وهله اول من فکر می‌کنم که این مسئله کاملا فنی رسیدگی به یک صانعه هوایی از مسیر خودش که معمولا توسط افراد متخصص انجام میشه خارج شده و الان درگیر یه سری مسائل سیاسی شده و کسانی هم که دارن راجع به صحبت میکنن در واقع هیچ کدومشون تخصص به خصوصی در مورد خانش این جعبه سیاه ندارن و یک نوع درگیری سیاسی است الان بین اینها. ولی اون چی که مسلمه اون مواردی که میشد از این جعبه سیاه استخراج کرد که در حقیقت دو تاست، یکی ضبط صوته که اون مثل این که متونش منتشر شده، ولی اون مسائلی که مربوط به پرواز هستش و مسائل فنی مثل ارتفاع، سرعت و اوجگیری یا فرود هواپیما، مسائل مربوط به موتور هواپیما، فرامین هواپیما، جایگاه صفحه‌های مربوط به گردش پرواز، اینها همه چیزهایی که در این جعبه هستش و چیز به خصوصی غیر از اینکه اینها اعلان کردن قاعدتاً در این نباید باشه که اینها نخوان اینو بدن، مگر اینکه یک به اصطلاح بازی قدرت نمایی سیاسی بین ایران و کشورهای دیگه است. خب آقای کسروی، خود شما که کارشناس این موضوع هستین و میگین که افرادی که در این باره صحبت میکنن در این روزها تخصص به خصوصی در این زمینه ندارن، ولی مقام‌های غربی میگن که انتقال تجهیزات خواندن جعبه سیاه هواپیما به ایران ناممکنه به دلایل فنی، یعنی صحبت از تجهیزاتی هست که قابل تکون دادن نیست، این ادعا تا کجا درسته؟ مسلماً اگر این تشکیلات در یک جای نصب شده در جای دیگر میتونه نصب بشه، یعنی یک سری سخت افزار و یک سری نرم افزار باید وجود داشته باشه که اینها خونده بشه و این مسلماً احتیاج به زمان داره اگر هم بخواد در اختیار ایران بذارن و احتیاج به تخصص داره و احتیاج به تاییدیه سازمان‌های بین‌المللی داره که اینها از نظر دقت میتونن این کارو بکنن که در حال حاضر هیچ کدوم از اینها رو ایران نداره و اگر ایران بخواد یه همچین دستگاهی رو در ایران نصب بکنه خواه نخواه به مدت‌های طولانی طول خواهد کشید که بتونن اینا رو نصب بکنن و بعد
متخصصینشون رو بفرستن که تعلیم ببینن، بعد اینها برگردن بیان اینا رو ببینن، و در نهایت مسئله سر اینه که این طبق قوانین آیکئو زمینه 13.3.1 این به اصطلاح مربوط به آیکئو سازمان بین المللی صنعت هوایی کاملا تصریح میکنه که کشوری که سانحه در اون اتفاق میفته مسئولیت رسیدگی بررسی سانحه رو داره، ولی همونجا هم ذکر میکنه که کشورهایی که ذی‌نفع هستن مثل کشور مثلا اوکراین که هواپیما در اون ثبت شده، کشور آمریکا که طراح و سازنده هواپیماست، کشور فرانسه که در حقیقت در ساختن موتور این هواپیما دخالت داره، اینها همه ذی‌نفع هستن و کشور ایران طبق قوانین بین المللی موظفه که این اطلاعات رو، اطلاعات مربوط به بدنه این هواپیمای منفجر شده، تمام ابزار فنی هم از مکانیکی و یا الکترونیکی از جمله جعبه سیار رو طبق قوانین در اختیار این کشورها قرار بده. ولی اگه این تجهیزاتی که صحبتشو کردیم آقای کسروی در ایران نصب بشه، پوزش فنی دارم در این مورد که اگر ایران بخواد با استفاده از تجهیزات لازم این جعبه سیاه رو بخونه، آیا امکان حذف یا سانسور بخش‌های از صحبت‌ها یا اطلاعات موجود در جعبه سیاه وجود داره یا نه؟ کوتاه لطفاً. این باز برمیگرده به همون مسئله قوانین بین المللی که در اونجا ذکر میشه که مؤسسه‌ای که اینا رو بررسی میکنه اولا باید مستقل باشه، به اضافه اینکه دارای اختیارات نامحدود باشه. هیچ کدوم از اینا رو سازمان هواپیمایی کشور ایران نداره، ولی اینی که شما میگید آیا میشه این رو دستکاری کرد، خود جعبه سیاه رو نمیشه دستکاری کرد، ولی اگر جعبه سیاه رو بخوان بازبین بکنن و این رو یه گزارشی بدن بیرون، خب سازمان هواپیمایی کشوری ایران تا به حال ما 101 سانحه داشتیم، 2246 نفر جانشون رو از دست دادن، همه رو سازمان هواپیمایی کشوری ایران بررسی کرده، جعبه سیاه هم همه رو فرستاده فرانسه و اونجا بازدید کردن، گزارش هم که دادن بیرون اون چیزی رو که دلشون خواسته دادن به مردم بیرون و هیچ کدوم شفاف نبود. سپاسگزارم آقای کسروی. با امیر کسروی صحبت میکردم، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز در تورنتوی کانادا. ممنون از حضور شما در چشمانداز بامدادی بی بی سی. و ما دومین روز از همایش بین المللی امنیتی مونیخ در آلمان با حضور رهبران سیاسی و نظامی کشورهای مختلف برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این نشست گفت که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، عربستان سعودی پیامی مبنی بر تمایل به مذاکره فرستاده اما به پاسخ ایران واکنشی نشان نداده. آقای ظریف گفت پاسخ ایران به ابراز تمایل عربستان برای گفتگو مثبت بوده. پیشتر از خبرنگارمان کسرا ناجی که در اجلاس امنیتی مونیخ حضور داشت درباره حال و هوای دومین روز این همایش و صحبت‌های محمد جواد ظریف جویا شدیم. روز دوم کنفرانس اینجا در مونیخ با سخنان وزیران خارجه آمریکا و وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع آمریکا شروع شد که هر دو تاکیدهای زیادی داشتن برای اینکه چین یک تهدید بزرگ برای امنیت جهان هست، از جهانیان خواستند که این تهدید رو جدی بگیره و همچنین تهدیدها از طرف ایران. آن چیزی که درباره چین گفته شد نگرانی ها رو اینجا دامن زد، به این معنا که خب نگرانی ها از این بالا گرفت که ما در آغاز یک جنگ سرد تازه‌ای ممکنه باشیم در ارتباط با چین. صحبت‌های زیادی در مورد ایران شد در جلسات جانبی. محمد جواد ظریف صحبت کرد، صحبت از این کرد که آمریکایی‌ها این فشار حداکثریشون کار نکرده، ایران آنطوری که حکومت ایران آنطوری که آمریکا انتظار داشت سقوط نکرده و ایران به تلاشاش برای مقاومت در مقابل این فشارها ادامه خواهد داد. یه نکته دیگر هم گفت، این که بعد از کشته شدن
شدن قاسم سلیمانی در عراق، روز بعد عربستان به ایران پیام داده و خواستار روابط خوب دو طرف بر اساس احترام متقابل شده و آقای ظریف گفت که ما همون روز جواب دادیم که ما هم همینو میخواییم، اما عربستان دیگه این رو دنبال نکرد. اما ساعتی بعد وزیر خارجه عربستان اینجا صحبت کرد، او گفت که ما پیغام خاصی به ایران ندادیم، آنچه که گفتیم همون پیام‌های علنی است، پیام خصوصی به ایران ندادیم و همیشه ما خواهان روابط خوب با ایران بودیم، اما رفتار ایران جوری است که باید عوض بشه و ایران هم حاضر نیست که روابط رفتارش رو و تهدیدهاش رو به منطقه کم کنه و از این رفتار دست برداره، بنابراین گفتگو با ایران بیهوده. بیهوده است. این صحبت های کسری ناجی بود در مونیخ. موضوع مونیخ تکمیل میشه اگر در واقع شما هم درباره اون نظر بدین. آیا به راستی به قول محمد جواد ظریف فشارهای حد اکثری آمریکا علیه ایران کار نکرده و آمریکا باید شیوه دیگری رو پیشه کنه یا نه؟ تلاش های ایران برای مقاومت با این فشارها تا کجا کارساز بوده به نظر شما؟ رابطه ایران و عربستان از دید شما امکان بهبود داره یا نه؟ چه کسی باید رفتارش رو عوض کنه، ایران یا عربستان؟ از همه راه‌هایی که دم دستون هست و در اختیار شما گذاشتیم و تا چند ثانیه دیگر بار اعلام میشه نظر بدین. فعلا درود میگم به ندا، رفیع الله، مارلوک، وکیل، امیر و همینطور مرتضا و افشین و بهمن و محمد و منور و دوستان دیگر که در فیسبوک بی بی سی فارسی ما را همراهی میکنن. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. فعلا چند خبر دیگر را هم مرور کنیم از ایران در یک نگاه با شایا سلجو. مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی و نامزد ریاست جمهوری سال 1384 در مصاحبه‌ای گفته است که افکار عمومی در ایران میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تفاوت زیادی قائل نیست و این دو جریان سیاسی پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند. آقای معین گفته است از نظر جامعه به ویژه جوانان موضوع رقابت اصلاح طلب و اصولگرا در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی در این مقطع زمانی ماجرای تمام شده است. وزیر سابق علوم در حالی از بی‌توجهی جامعه ایران به رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان میگوید که کمتر از یک هفته دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر سایه رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان و اختلافات داخلی جریان‌های اصلاح طلب و اصولگرا برگزار خواهد شد. آقای معین در این حال گفته حتی اگر رد صلاحیت‌های گسترده نبود احتمالاً اصلاح طلبان چندان در متقاعد کردن مردم برای رأی دادن موفق نمی‌شدند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته هرچند دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته، اما اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم. خانم جنیدی گفت دولت خواستار تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیاست و نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار می‌دهد. گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است آخرین بار در ماه اکتبر سال گذشته مهلت ایران برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مدت 4 ماه تمدید کرد. و اما روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران سرشار از مطالبی درباره انتخابات پیش روی ایران است. دوم اسفند فرشته غازی روزنامه‌ها را مرور کرد که با هم می‌شنویم. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش نخست شروع می‌کنیم با اهداف اصلی یک شعار انتخاباتی از آفتاب یزد: جولان وعده‌ها در خلأ قانون از خراسان و مخارج انتخاباتی و فساد از دنیای اقتصاد. که همه اینها خانم قاضی مربوط به انتخابات دوم اسفند هست و مطلب آفتاب یزد مربوط به شعارهای شماری از نامزدهای راستگراست که میگن روحانی باید بره. در این باره چه میگه دقیقاً؟ اسماعیل گرامی مقدم در یادداشتی در این روزنامه نوشته که قاعدتاً این شعار که برخی از نامزدهای جریان راست در تبلیغات انتخاباتی خودشون به کار میبرن و مطرح میکنن برگرفته از فضا و تصوریه که این جریان از افکار عمومی دارن. اونا میدونن که مردم از روحانی و دولت ناراضی هستن، اما از طرفی
دارن تلاش میکنن اینگونه القا کنن که مردم فقط از حسن روحانی و دولت نارضایتی دارند. و وعده های واهی انتخاباتی موضوع مطلب روزنامه خراسان که خواهان برخورد با اون هم شده، نه؟ همینطوره. روزنامه خراسان از جولان وعده ها در خلأ قانون نوشته، از وعده هایی که این روزها کاندیداها دارن میدن و معتقده که خیلی از اینها با حوزه اختیارات نماینده ها نمیخونه، غیر عملی و به نوعی فریب مردمه که این کاندیداها دارن استفاده میکنن. هر چند که این روزنامه معتقد مردم وعده های غیر عملی رو این روزها تشخیص میدن، اما پرسته که آیا نظارتی قانونی وجود داره که با نامزدهای انتخاباتی که وعده های واهی و دروغ میدن برخورد کنن، و آیا قانونی وجود داره کاندیدا هر وعده‌ای به مردم ندن. و روزنامه دنیای اقتصاد، خانم قاضی، به موضوع انتخابات البته نگاه اقتصادی کرده، از مخارج انتخاباتی گفته و فساد و راه‌های جلوگیری از فساد انتخاباتی، جزئیاتش چیه؟ همطور که اشاره کردید، نیما نامداری در این روزنامه از هزینه‌های انتخاباتی نوشته و اینکه در فقدان حزب و فرایندهای شفاف انتخاباتی این هزینه‌ها محل سؤال بسیاریه و خیلی‌ها می‌پرسن این نامزدهای انتخاباتی که همه هم خود را نوکر پابرهنگان و نماینده مستضعفان می‌دونن، هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغات و ستاد انتخاباتی خود را از کجا می‌آورن؟ اهمیت این مسئله به اعتقاد آقای نامداری اینه که تأمین هزینه انتخابات میتونه منجر به شکل‌گیری بدبستان‌های مفسد آمیز میان اشخاص و نهادهای ثروتمند و سیاستمداران بشه. نویسنده دنیای اقتصاد نوشته هر راهکاری برای پیشگیری از فساد در تأمین مالی انتخابات ابتدا مستلزم پذیرش این واقعیتی که انتخابات هزینه داره، این هزینه باید تأمین بشه و این به خودی خود اشکال نداره. پس از اونه که میشه درباره سازوکارها و روش‌های اعمال محدودیت بر هزینه‌ها و شفافیت در مخارج و منابع مالی احزاب و کاندیداها صحبت کرد، اما در شرایطی که فضای فعلی کشور آماده پذیرش این واقعیت نیست، طبیعیه که راهکارهای عوام‌فریبانه و غیر واقع بینانه نظیر کنترل دارایی نامزدها و انتشار لیست اموال مطرح میشه. روش‌هایی که در هیچ جای دنیا رایج نیست، کمکی هم به حل مشکل فساد نمی‌کنه. به فرشته قاضی و روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران بعدم برمیگردیم. این نگاه روزنامه‌های صبح امروز تهران بود به انتخابات دوم اسفند. به همین مناسبت رشته گزارش‌های هم داریم. انتخاباتی که این هفته در ایران برگزار میشه آخرین انتخابات این سده در ایرانه. سده‌ای که برابر بوده با مجالس گوناگون در ایران و حوادث مختلفی که در این کشور رخ داده. در گزارش همکارم علی همدانی صداهایی را میشنویم که از بایگانی بی بی سی فارسی بیرون اومده. اول هفته تهران بیش از 100 سال پیش شلوغ در کاخ سلطنتی هم برو و بیایی بود. پس از نیمروز شنبه 14 مرداد 1285 مظفرالدین شاه تاج بر سر با همان صورت غیر قابل خواندن همیشگی جلوی دوربین عیسی خان عکاس باشی ظاهر شد برای این عکس یادگاری. بعد از آنکه برای نخستین بار در ایران صدایی هم ضبط شد از او، پیامش ابلاغ فرمان مشروطیت. مرحمت ما را در درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعد این پس سال که خدمت بکنید امیدوار هستم که همیشه خوب باشه. علاج او را هم خدا و هم سایه خدا که خود را هم باشم به شما خواهم داد. مجلس موقت همان روز تشکیل شد و بعدتر مجلس اول در مهماه همان سال. این حکایتیست موجز از 100 و چند سال پارلمان در ایران، پارلمانی که با رویای حکومت مردم پدید آمد. این مشروط خواهان در مجلس نخست سندی تنظیم کردند که بعداً به قانون اساسی شهرت یافت. مظفرالدین شاه قانون اساسی را 5 روز قبل از مرگش امضا کرد. عاقبت مجلس اول خوش نبود. محمد علی شاه اهل مجلس نبود و قزاقان روس حامی او مجلس را به توپ بستند. نمایندگان مجلس اول هم به زنجیر کشیده شدند. یک سال بعد و با فتح تهران توسط قوای مخالف مجلس عالی تشکیل شد که محمد علی شاه را عزل کرد و با چند تغییر حکم به تشکیل مجلس دوم داد.
جوانی احمد شاه خورد به مجلس سوم. مجلس ملی سوم از آن جهت مهم است که قانون انتخاباتی را گذرانده بود که در آن به کلیه مردان بالغ همگی حق رأی داد. مجلس چهارم اما همان مجلسی است که در آن شاه آینده ایران رضا خان را به نخست وزیری قبول کرد و بعد فرمان عزل سلطنت قاجار و تفویض کشور به رضا پهلوی را تسلیم کرد. تصویر نایاب از بازدید رضا شاه از راه آهن سراسری ایران مسببه همین مجلس. با افزایش مالیات قند و شکر پول کافی برای تأسیس راه آهن سراسری ایران به دست آمده بود که بسیاری تأسیس آن را یادگاری رضا شاه می دانند. مجالس ششم تا دوازدهم در دوری رضا شاه بود، مجالسی که مخالفان حکومت او دست نشاندهش می خواندند و موافقانش یادگاری های این مجالس را به رخ می کشند. قانون تأسیس مؤسسه راه آهن، قوانین مرتبط با ارتش یکپارچه برای ایران، تصویب تأسیس بانک ملی ایران، قانون تأسیس قوه قضاییه، لوایح مرتبط با اعطای حقوق برابر به زنان، قانون سرشماری و ثبت احوال، تا اینکه رضا شاه تاج و تخت را برای فرزندش گذاشت و رفت. روز اول فروردین هر سال در کاخ باشکوه گلستان کنار تخت طاووس و سایر آثار نفیس تاریخی مراسم سلام نوروز در پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه برپا شد. دیدار نمایندگان مجلس با شاه جوان به مناسبت نوروز. مجلس 13 تا 16 نسبتاً آرام بود. مجلس 16 همان مجلسی است که به نخست وزیری محمد مصدق رأی اعتماد داد. الو الو اینجا تهران، خبر بشارتانی، چند دقیقه دیگر در لشکر داهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. پس از 28 مرداد 1332، سقوط دولت به دستگیری محمد مصدق و نخست وزیر شدن ژنرال فضل الله زاهدی، فرمان انحلال مجلس شورای ملی و سنا در 28 آبان به امضای شاه رسید و مقدمات برگزاری انتخابات دوره 18 فراهم شد. ایران در آستانه دهه 40 خورشیدی از اشغال، جنگ و بحران داخلی برآمده بود. روز پنجشنبه 11 آذر ماه مراسم توزیع اسناد مالکیت قسمت دیگری از املاک سلطنتی در پیشگاه ملوکانه انجام گرفت. مهمترین رخداد مجلس بعدی، مجلس 19، تصویب قانون اصلاحات ارضی بود. تحولی در ایرانی که نظام زمینداریش ارباب و رعیتی بود. اصلاحات ارضی را محمد رضا شاه انقلاب سفید خواند، انقلابی با یک دستاورد بزرگ برای زنان ایران. از آن پس علاوه بر مردان، زنان هم حق رأی داشتند، آنچه مخالفت برخی از مذهبیان از جمله آیت الله روح الله خمینی را در پی داشت. مجلس 21 همان مجلسی است که زنان هم برای انتخاب نماینده در آن رأی دادند. ساعت 14 اینجا تهران است، صدای ایران. به مناسبت تاجگذاری شاهنشاه آریامهر، کشور غرق در نور است. مجلس 22 برای نخستین بار توسط شاه و ملکه هر دو افتتاح می شود. تحولی که شاه از آن به عنوان پررنگ شدن نقش زنان در سیاست مملکت نام برد. این همان مجلسی است که قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد. قانونی که سن ازدواج زن را به 18 سال و ازدواج مرد را به 20 سال افزایش داد. در این قانون حق طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود به دادگاه واگذار شد و زن و مرد می توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. و مجلس 24، مجلسی که خورد به انقلاب و صحنه برخی اظهارات علیه حاکمیت شد. در بحبوحه انقلاب بسیاری از نمایندگان مجلس یا به تبعید رفتند یا بازداشت شدند. آخرین رئیس مجلس شورای ملی هم توسط حکومت انقلابی اعدام شد. پس از انقلاب اولین مجلس که هنوز تا سال 68 مجلس شورای ملی نام داشت در سال 59 شکل گرفت. مجلسی بدون نظارت استصوابی رایج این روزهای جمهوری اسلامی و مملو از مخالفان نظام گذشته. مجلسی که به بیکفایتی اولین رئیس جمهوری اسلامی رأی داد و به آزادی گروگانهای آمریکایی. سرنوشت نمایندگان این مجلس سیاه و سفید بود، یا مغضوب شدند برای همیشه یا در قدرت ماندند همچنان. از دوره دوم مجلس شورای نگهبان برو و بیایی پیدا کرد. نظارت استصوابی آقا بالا سر کاندیداها شد که بتوانند نامزد شوند یا به طور کلی از میان بروند. بسم الله الرحمن الرحیم.
در آستانه 11 دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین انتخابات قرن حاضر حاکمیت شورای نگهبانی که آقای خامنه ای مخالفت با آن را مخالفت با نظام خوانده، پس از 41 سال حکومت بسیاری از میانه‌روهای نزدیک به محافظه‌کاران را هم دیگر قبول ندارد. رهبر نظام با این همه میگوید حتی اگر کسی او را دوست ندارد رأی بدهد. در مجلسی که هنوز با رویاها مشروطه برای ایرانی آزاد فاصله بسیار دارد. رویاها و واقعیت. مروری بر انتخابات مجلس ایران بود از آغاز تا اینگاه از علی همدانی در این ساعت بامداد یک شنبه 27 بهمن 16 فوریه. نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. دیپلمات های 5 کشوری که شهروندان آنها در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باخته اند دیروز بر وزیر خارجه ایران برای همکاری بیشتر با تحقیقات و تحویل جبهه های سیاه هواپیما فشار آوردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با یک شبکه آمریکایی گفته که ایران قادر به استخراج اطلاعات از جبهه سیاه هواپیمای اوکراینی نیست، اما آن را در اختیار دولت‌های خارجی قرار نخواهد داد. و باز هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در همایش امنیت بین المللی مونیخ گفته که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، عربستان سعودی پیامی مبنی بر تمایل به مذاکره فرستاده به ایران، اما به پاسخ ایران واکنشی نشان نداده است. و چندین موشک به حوالی ساختمان سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد پایتخت عراق اصابت کرده است. صدای آژیر خطر در سراسر منطقه سبز امنیتی بغداد که سفارت آمریکا آنجاست شنیده شده. در حوالی این محل یک پایگاه نظامی آمریکا هم واقع است. پیامدهای این حمله هنوز روشن نیست. اما در میانی برنامه بهتون بگم که بخشی رو اختصاص دادیم به سلیمان حیم. فرهنگ حیم که یادتون هست احتمالاً در بین کتاباتون هم دارین، فرهنگ حیم رو راجع به آفریدگار اون صحبت خواهیم کرد به مناسبتی، و همینطور درباره فرهنگ نویسی دو زبانه در ایران. از افغانستان هم مطلبی داریم و ما ویروس کرونا همچنان ما رو دنبال میکنه. این هفته اول یک اپیدمی شناس درباره وضعیت جاری ویروس کرونا توضیح خواهد داد و بعد درباره راه‌های تشخیص بیماری و آزمون خطا با کمک داروهای موجود ضد ویروسی برای درمان اون خواهیم شنید. موشکافی راز دانش این هفته در مورد ویروس کووید 19 یا همون کرونا رو داریم تا حدود 19 دقیقه دیگه. امیدوارم با ما بمونید. و ما همونطور که پیشتر گفتم یکی از مناسبت‌های بهمن ماه 1398 50مین سال روز در گذشت سلیمان حیم، فرهنگ نویس، مترجم، نمایشنامه نویس و شاعر ایرانی است. او سال 1266 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد و 25 بهمن 1348 در تهران درگذشت. سلیمان حیم با نام پدر فرهنگ نویسی دو زبانی ایران شناخته می شود و شکی ندارم که در بین شما هم هستند کسانی که از فرهنگ انگلیسی به فارسی معروف حیم بهره بردند. در گرامی داشت سلیمان حیم در 50مین سال روز در گذشته او در لس آنجلس آمریکا محفلی برپا شد به ابتکار فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی. سوسن عزیزاده رئیس این فدراسیون درباره سلیمان حیم چنین گفت: سلیمان حیم چهره‌ای فرهنگی ادبی که در اصل تجدد طلبی در ایران درخشید. سلیمان حیم نابغه‌ای بود که همه عمر به واژه اندیشید. به چگونگی پیدایش هر واژه، به ریشه ها، اقتباس واژه‌ها، مشتقات واژه‌ها، به موارد استفاده و درکی که از هر واژه و زبان در مخاطب تفهیم می شود. او متوجه بود که در جوامع بشری از همان ابتدا این واژه ها بودند و زبان بود که با ایجاد درک مشترک از پدیده ها و از احساس ها در افراد و اقوام تمدن ساخت و حیات اجتماعی پی ریخت. حیم در عالم واژگان سیر می کرد و عالم واژگان لقب داشت. او با اشتیاق و صبری ستودنی و پشتکاری کم نظیر تهیه فرهنگنامه ها را یک تنه پی گرفت و به ثمر رساند. خدمات بدون تردید خود را به دانش و فرهنگ ایران به ثبت رساند.
سوسن عزیزاده رئیس هیئت اجرایی فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در لس آنجلس صحبت می‌کرد در مراسم 50 سال روز درگذشت سلیمان حییم. به همین بهانه گفتگوی داشتم درباره فرهنگ نویسی در ایران با ابوالحسن مختابات، روزنامه‌نگاری که در زمینه فرهنگ نویسی هم کارها و پژوهش‌های انجام داده. نخست از او پرسیدم دلیلش چیست که فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم از بهترین فرهنگ‌ها در نوع خود شناخته شده. آقای حییم خب اولا یه استعداد غریبی داشت در معادل‌یابی فرهنگ‌ها. خب از همون سال‌هایی هم که شروع کرد با برخی از آمریکایی‌ها میلسپو اینا وقتی که اومده بودن همون اوایل قرن حاضر با اونا همکاری کرده بود، اون فرهنگ اولیه‌ای که در آورده بود چون هش و نش زیادی با آمریکایی‌ها داشت، در واقع فرهنگ اولیه‌اش بیشتر گرایش آمریکا انگلیش داره تا بریتیش این به اصطلاح انگلیسی بریتانیایی. خیلی آدم خوش‌ذوقی بود و اولا خیلی علاقمند بود به زبان‌های مختلف، فرانسه می‌دونست، عبری می‌دونست، فرهنگ‌های دیگر هم در واقع دستن در کار بود، ضمن اینکه جستجوگری هم می‌کرد، یعنی مدام دنبال معادل‌های فارسی فرهنگا بود، حتی خیلی از معادل‌های عربی هم استفاده نمی‌کرد. فرهنگاش خب دو سویه بود دیگه، یعنی ایشون هم فرهنگ انگلیسی به فارسی داشت، هم فرهنگ فارسی به انگلیسی، یعنی به کار هر دو طرف می اومد فرهنگاش. بعدن هم که خب فرهنگای دیگری هم فارسی به فرانسه، فرانسه به فارسی و همچنین فرهنگ عبری که عبری هم بود. دقیقاً حالا میخوام راجع دقیقاً به همین فرهنگ نویسی صحبت بکنیم آقای مختابات، که میدونیم که در میان فارسی زبانان از قدیم الایام بوده، طولانی تر از کشورهای اروپایی و به اوایل صده 9 میلادی برمیگرده، ولی صحبت ما و شما درباره فرهنگ‌های دو زبانه است که حییم این کار رو کرده بود. بعد از فرهنگ حییم آیا فرهنگ‌های دیگر انگلیسی به فارسی به خصوص نوشته شدن که بیشتر از اون درخشیده باشه و فرهنگ حییم رو زیر سایه خودش انداخته باشه؟ ببینید خب فرهنگ حییم هم که از طرف کتاب فروشی یهودا بروخیم و پسرانش منتشر می شد، اگر شما نگاه بکنید به فرهنگ های قبل از انقلاب حییم، واقعا به لحاظ کتاب آرایی، تجلیل، حتی استفاده از پونت و حروف، معادل نویسی فارسی در مقابل مدخل های انگلیسی، می بینید که خیلی به اصطلاح ضعیف و ناآراسته بود از لحاظ نشر. بعد از انقلاب وقتی که آقای داوود موسایی و انتشارات فرهنگ معاصر امتیاز این مجموعه فرهنگ‌ها رو خریدن، خب اولا روی این فرهنگ‌ها خیلی کار کردن، خیلی از لغت‌هاش حتی بروز کردن، یعنی اونا اومدن از این برند حییم که در حال یه برند شناخته شده بود استفاده کردن، ولی عملا با ایجاد یه ساختار و یه سازمان به جای اینکه افراد در واقع فرهنگ نویسی کنن، افرادی رو به عنوان لیدر کار در نظر گرفتن، یه مجموعه از افراد رو به خدمت گرفتن که بتونن این فرهنگ‌ها رو گسترش بدن. می‌دونید که خب فرهنگ حییم و اون کتاب ضرب المثل‌ها که به انگلیسی فارسی هستش و انتشارات فرهنگ معاصر 13 کتاب از حییم منتشر کرد. بعد از این خود فرهنگ معاصر اومد دو تا تیم جدایی در واقع از اوایل دهه 70 ایجاد کرد که یک تیمی فرهنگ هزاره رو به کمک مرحوم علی محمد حقشناس منتشر کردن که اون البته ادامه پیدا نکرد چون آقای حقشناس هم فوت کرد و یه اختلافاتی هم بین ناشر و مؤلف کتاب ایجاد شده بود، ولی بعداً آقای محمد رضا باطنی اومد یه تیمی رو باز زیر نظر همین انتشارات فرهنگ معاصر انجام داد که فرهنگ هزاره رو که خب شاخه های مختلف، یعنی فرهنگ های مختلف، فرهنگ کوچک، فرهنگ متوسط، فرهنگ دو جلدی، فرهنگ بزرگ، مثل همون کاری که مرحوم حییم کرده بودن، ولی خب این معادل ها خیلی معادل های دقیق و متناسبی هستش. من تا اونجایی که حداقل با برخی از این مترجمینی که در زمینه زبان انگلیسی کار و تلاش میکنن، کتاب منتشر میکنن در شاخه های مختلف، میبینم که چقدر این فرهنگ معاصر پویا که همین آقای زیر نظر استاد محمد رضا باطنی در واقع این مجموعه منتشر شد، چقدر این کارآمد و کاربردی بوده. یک فرد دیگری هم که در زمینه فرهنگ‌های دو زبان خوب کار کرده بود آقای محمد رضا جعفری بود، ایشون هم زحمت کشیدن یک فرهنگی دادن، اونم فرهنگ کاربردی بوده. ولی به هر حال جالبه آقای مختابات که همین الان پشت سر شما دارم میبینم که فرهنگ حییم رو دارید همچنان. میخواستم ببینم که عزیز شما اگه کوتاه بفرمایید که
تا چه حد فرهنگ نویسی در ایران رشد و توسعه پیدا کرده و به نظر شما مقبول مطلوب هست و به درجه رسیده که فرهنگ نویسی مثلا در زبان انگلیسی هست؟ خب فرهنگ نویسی تک زبان فارسی خیلی رشد کرده. مثلا انتشارات سخن فرهنگ آقای فرهنگ سخن رو بیرون داد، خود انتشارات فرهنگ معاصر با مرحوم غلام حسین صدری افشار و خانم ها نسرین و نسران حکمی یه مجموعه فرهنگ تک زبانه فارسی معاصر رو بیرون دادن که اونم کتاب سال شد. همچنین خود فرهنگستان زبان ادب فارسی هم الان جدیدن فرهنگ بزرگ زبان فارسی رو داره کار میکنه. یه مجموعه هم روی ده خدا با مرحوم شهیدی کار میکردن که به روز داشتن میکردن فرهنگ های تک زبانه رو. ضمن این که خب بله من یعنی نهضتی به نظر من بعد از انقلاب در زمینه فرهنگ نویسی به اصطلاح ایجاد شده که خیلی تفاوت داره با قبل از انقلاب. با ابوالحسن مختابا صحبت میکردم. مصطفی در فیسبوک نوشته که حییم دانشمندی بود، روحش شاد. افشین میگه که فرهنگ حییم یکی از بهترین و قدیمی ترین فرهنگ لغت های فارسی است. در ادامه برنامه به پیام های شما خواهیم پرداخت. و اما در افغانستان 18 اکتبر سال گذشته میلادی یعنی 26 مهر امسال انفجاری در مسجد روستای جودری شهرستان هسک میری ننگرهار در شرق افغانستان به مرگ 64 تن انجامید. این حادثه به حدی بزرگ بود که برای چندین روز سرخط خبرهای منطقه و جهان شد. تا امروز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. همکارم زمزمه نیازی در کابل که پس از حدود 4 ماه به این منطقه رفته میگوید تأثیرات اصلی این حادثه حالا نمایان می شود. یعنی تمامی خانواده‌های این روستا بدون سرپرست مرد شدند و این حادثه 35 زن را بیوه کرده است. سفر به یک روستای در سوگ نشسته، محلی که درست چند ماه است از جودره به شهیدان تغییر نام داده. انفجار در هنگام ادای نماز جمعه در مسجد جامع این روستا جان 64 نفر را گرفت و حداقل 35 زن را بیوه ساخت و ده ها کودک را یتیم. دغه دو بچی دی وای خزاد عبد نه خزاد پلار پکال پاتیدا. مادر 45 ساله بالای قبر دو پسرش از قربانیان این حادثه در گورستان محل استاده است. میگوید چشم براهشان بود که اجساد از راه رسید. رسم این محل این است که زن بیوه تا 4 ماه نباید از خانه بیرون شود و هیچ کسی هم پروای اثرات روانی آن را ندارد. با گروهی از زنان جوان و مسن این روستا دیدار کردم. هر کدامشان یک عزیز را در این حادثه از دست دادند. غم گریبان گیرشان است و اوج ناراحتی روانی هم از سیمایشان هوید است. تورپیکای 55 ساله می گوید مرگ سه نواسه نوجوانش مادرشان را از زندگی بیزار کرده. اخبلوک 15 ساله، پغمان 13 ساله و فرمان 12 ساله رفتند. مادر این کودکان در وضعیت بسیار بد قرار دارد. کسی نمی تواند نزد مادر از آنها یادی کند. تصاویرشان را پنهان از چشم مادر تماشا می کنیم. مادرشان قبلا پیوسته بیهوش می شد. اما حالا هر طرف که می رود همیشه گریه می کند و با خود می گوید در زندگی چقدر تلاش کردم و همه را آب برد. درد و غم این روستایان سنگین است. مرگ یگانه دکتر این محل که سالها به درمان دردانان پرداخت، یک جا با پدرش گلم غم را در خانه هم بار کرده. حالا مادر 50 سالش مسئولیت مراقبت از عروس و 6 نواسه‌اش را به دوش دارد. سایه غم بر بام هر خانه نشسته. حتی بر منزل نسیمه که امروز عروسی فرزندش است. سلام علیکم. این خانواده دست کم 10 عضوش را در این انفجار از دست داده. در مراسم امروز از ساز و سرود خبری نیست و هیچ مهمان هم دعوت نشده. ساکنان روستای شهیدان برای بازسازی مسجد آستین برزدند. این انفجار که تا امروز کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفت، حتی ساختار اجتماعی این قریه را دگرگون کرده است. از خانه ملک تا دکتر همه باید زندگی را از سر آغاز کنند. بسیاریشان به تامین امنیت دیگر باور ندارند. بانکه در نقاط مهم محل نیروهای پلیس محلی جابجا شدند. روستایان میگویند درست پشت کوه این قریه شورشیان مسلح جابجا هستند. شبه نظامیانی که هر لحظه می توانند زندگی آنان را تهدید کنند.
گزارش بود از زمزمه نیازی. حالا برگردیم به ایران با روزنامه‌های صبح امروز تهران و فرشته غازی در آمریکا. بررسی روزنامه های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با تکراری های انتخاباتی روحانی در مورد زنان از جوان، آخرین امیدها برای فرار از لیست سیاه FATF از آرمان ملی و در نهایت هم تبیین مواضع ایران در مونیخ از جهان صنعت. خب خانم غازی، در این بخش از روزنامه جوان که شروع میکنیم مطلبی رو انتخاب کردین تحت عنوان تکراری های انتخاباتی روحانی در مورد زنان، که صحبت های حسن روحانی رو بررسی کرده در روز زن و مادر که همین دیروز بود. چه میگه؟ روزنامه جوان معتقده که رئیس جمهور جلسه ستاد ملی زن خانواده و نشست زنان مدیر رو فرهیخته رو با میتینگ سیاسی اشتباه گرفته و او در سخنرانیش طوری از حضور زنان در سیاست و مدیریت و انتخابات میگه انگار که شعارهای او هست و تازه قرار رأی بیاره رئیس جمهور بشه و طرحی نو در بیاندازه. و اما پایان مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی FATF برای عضویت ایران داده داره شتابان نزدیک میشه. روزنامه آرمان ملی در مطلب آخرین امیدها برای فرار از لیست سیاه FATF چه میگه در این باره؟ یوسف مولایی در این روزنامه اشاره کرده به همین که مهلت داره به پایان میرسه و معتقده که شانس تمدید مهلت ایران از سوی FATF این بار بسیار کمه و به مرحله‌ای رسیدیم که حتی تعجیل در این عرصه هم دیگه شاید راهگشا نباشه و خطر ورود به لیست سیاه FATF کاملا ملموس و جدیه. اگر هم دولت با تکیه به این قضیه که مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده اقدامی بخواد انجام بده، قطعا تنش‌ها رو در داخل کشور به سطح بالایی میرسونه و صرف انجام یک اقدام شکلی مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه باید از نظر محتوایی هم در این راستا گام برداشت. و سرانجام روزنامه جهان صنعت نگاهی کرده به حضور وزیر خارجه ایران در همایش بین‌المللی مونیخ. چه میگه؟ جلال ساداتیان در این روزنامه معتقده که آمریکا میخواد ایران رو وادار به تعهد جدیدی که هیچ ضمانت اجرایی براش وجود نداره بکنه. بی اخلاقی، بی تعهدی و بی قانونیش رو به صرف قدرت نظامی اقتصادی بر دنیا تحمیل میکنه و در این میان جمهوری اسلامی در برابر این سیاست مقاومت میکنه. بنابراین از تریبون هایی که میشه منطقه ایران رو باز تعریف و بیان کرد، بعد استفاده کرد تا دنیا مواضع ایران رو بدونه و یادش نره که اگه ایران گهگاه مواضعش رو تکرار نمی کنه نتونه راحت کشور ما رو محکوم بکنه. خب اینم مشروع روزنامه های صبح امروز چاپ تهران بود که فرشته غازی مرور می کرد و من هم در حال مرور پیام های شما هستم که تعدادشون بسیار زیاد است و متاسفانه نمی تونیم که همه اونها رو بخونیم، ولی درباره جبهه سیاه هواپیمای اوکراینی و سرکشی ایران از تحویل دادن اون به فرانسه. از افشین در فیسبوک می خونم که نوشته من واقعا از این بازی ها سر در نمیارم. چرا ایران اینقدر اصرار داره که تجهیزات رو براش بفرستن؟ جعبه سیاهی که به راحتی قابل حمل هست میشه به فرانسه فرستاده بشه و تحت نظارت هیئت‌هایی از 6 کشور مربوطه به راحتی خونده بشه. ظاهرا اطلاعاتی بیشتر از اونچه که ایران اعتراف کرده در جعبه هست. شهریار میگه که معلومه که یه ریگه به کفش دارن، وگرنه جعبه سیاه به چه دردشون میخوره که نمیتونن حتی اون رو بخونن. درباره روابط تهران و ریاض سید رسول میگه هر دو کشور ایران و عربستان باید رفتار خود رو در منطقه اصلاح کنند و هر دو حمایت‌هاشون رو از گروه‌های تحت حمایتشون قطع کنند. در همین باره از رحمت‌زاده میخونم که در رابطه به بهبود روابط دوستانی بین کشورهای ایران و عربستان باید یادآوری کرد که متأسفانه نفوذ بیش از حد آمریکا در عربستان مانع از برقراری هر گونه رابطه دوستانه بین ایران و عربستان شده. سپاس از پیام هایی که برامون میفرستید. دقیقا رسیدیم به ورزش. خبرهای ورزشی امروز به نخستین نشست خبری دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اختصاص داره با کاوی مشکات. آقای اسکوچیچ در مورد موضوعات زیادی در کنفرانس خبری طولانی خودش صحبت کرده. در مورد بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 گفته که قصد داره که با انرژی مثبتی که به تیم ملی ایران تزریق می‌کنه بتونه ایران رو به جام جهانی برسونه و این هدفش هست. اون درباره لژیونرها، یعنی بازیکنانی که در باشگاه‌های خارجی و خارج از ایران بازی می‌کنن، گفته که اون قصد
داره که با این بازیکن‌ها از طریق تماس صوتی و تصویری تماس برقرار کنه، چرا که به گفته اون امکان این نیست که به کشورهای مختلفی که این بازیکن‌ها در اون بازی میکنن سفر بکنه و بازی اونها رو ببینه و قصد داره با صحبتی که با اونها میکنه تفکراتش و برنامه‌های خودش رو به این بازیکنان انتقال بده و نظرات اونها رو هم بدونه. در مورد اینکه چگونه او به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شده، اون گفته که شناختش از فوتبال ایران به گفته آقای اسکوچیچ مسئله مهمی بوده که فدراسیون فوتبال بر اون تکیه داشته. دراگان اسکوچیچ درباره نحوه جدایش از صنعت نفت آبادان و مباحثی که بعد از اون مطرح شد، میدونیم که گفته بود که به دلیل مشکلات قلبی، اونجا که البته در رسانه‌های ایران مطرح شده بود، صنعت نفت رو ترک میکنه. البته این سرمربی کروات در مصاحبه خبری این مسئله رو رد کرده و گفته که من در رسانه‌ها خوندم که مشکل بیماری قلبی دارم. چشمانداز بامدادی است از رادیو بی بی سی در لندن. این روزها بدون خبرهای مربوط به ویروس کرونا سپری نمی شود. تازه‌ترین خبر این است که برای سومین روز پیاپی شمار مبتلایان به این ویروس کووید 19 در چین که خاستگاه آن است افت داشته. مقام ها می گویند که روز شنبه بیش از 2000 تن مبتلا به این ویروس ثبت شدند. بخش اعظم آنها در استان هوبی چین هستند. امروز به این موضوع نگاه ژرف‌تری داشته باشیم در راز دانش این هفته با سینا علی نژاد. سلام، به این شماره راز دانش خوش آمدید، برنامه‌ای برای مرور تازه‌های علمی. این هفته اول یک اپیدمی‌شناس درباره وضعیت جاری ویروس کرونا توضیح خواهد داد و بعد درباره راه‌های تشخیص بیماری و آزمون خطا با کمک داروهای موجود ضد ویروسی برای درمان اون خواهیم شنید. ویروس جدید کرونا که همچنان در حال شیوعه و به 25 کشور رسیده، حالا کووید 19 نامگذاری شده. متیو فاکس، استاد رشته اپیدمی‌شناسی و بهداشت جهانی در دانشگاه بوستون، میگه هنوز نمیشه مسیر آینده بیماری رو پیش بینی کرد. با این حال فکر میکنه شاید تا چند هفته آینده اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاریم. تا کنون گام های زیادی برای جلوگیری از سرایت و شیوع بیماری در خارج از چین برداشته شده که به نظر می رسد عمدتاً مؤثر بوده. بنابراین ضرورت دارد در درجه اول بر کنترل بیماری در چین متمرکز باشیم. او میگه لازمه درک کنیم که چه تعداد از مردم به ویروس آلوده می شند بیان که مریض بشن و اینکه این دسته از افراد ویروس رو منتقل می کنند یا نه. می‌دانیم افراد بعد از ظاهر شدن علائم بیماری می‌توانند ویروس را منتقل کنند، اما نمی‌دانیم دقیقاً چند وقت قبل از ظهور علائم سرایت ممکن می‌شود. می‌دانیم امکان انتقال ویروس یک روز قبل از ظاهر شدن علائم بیماری وجود دارد، اما اینکه قبل از آن چه اتفاقی می‌افتد اطلاعی نداریم. و تا وقتی این موضوع را درست درک نکرده باشیم، نمی توانیم بگوییم تدابیری که اتخاذ شده آیا مثلا به اندازه ویروس سارس مؤثر است یا خیر. او میگه روند انتشار ویروس ها و به طور کلی عوامل بیماریزا در درجه اول به خود عامل بیماری، به شخصی که مبتلا میشه و تعامل این شخص با محیط بستگی داره. ویروس می تواند باعث واکنشی در بدن شود که ویروس بیشتری را دفع کند و همین موجب انتشار بیشتر آن می شود. از طرف دیگر اگر سیستم ایمنی بدن ضعیف باشد احتمال ابتلا بیشتر است و اگر چنین فردی با آدم‌های بیشتری در تماس باشد خطر شیوع بالا می‌رود. رویدادهای موسوم به انتشار فوق‌العاده می‌تواند در بیمارستان‌هایی اتفاق بیفتد که روش‌های پیشگیری از سرایت را اعمال نکرده‌اند.
او در پاسخ به این سوال که چقدر باید نگران ویروس عامل بیماری کووید 19 باشیم میگه: اگر در داخل چین هستید باید نگران باشید و احتیاط کنید. اکثریت بزرگ موارد ابتلا در چین بوده و در داخل چین هم اینها عمدتاً به یک استان محدود می شود. در کشوری که جمعیت بسیار زیادی دارد خطر ابتلا آنقدرها که تصور می شود بالا نیست. در خارج از چین ریسک ابتلا خیلی پایین است و خوب است که به یاد داشته باشیم که در فصل آنفولانزا به سر میبریم که در مقایسه با ویروس کرونا باعث مرگ افراد خیلی بیشتری میشود. می گفتی او مردم باید همون گامهای احتیاطی که در مورد آنفولانزا برمیدارن رو برای جلوگیری از ابتلا به کووید 19 در پیش بگیرن، مثل شستن دست، پوشاندن دهان موقع سرفه یا عطسه و پرهیز از تماس نزدیک با کسانی که مریض هستن. پزشکان برای تست کردن ویروس کرونا میتونن از آب دهان، خلط یا نمونه‌ای که با کشیدن پنبه به گلو یا داخل بینی به دست میاد استفاده کنن. این نمونه‌ها بعداً برای تشخیص به آزمایشگاه فرستاده میشه. دکتر آل ادواردز، متخصص فناوری زیست پزشکی در دانشگاه ردینگ بریتانیا، در مورد آزمایش‌های کنونی برای شناسایی این ویروس توضیح میده. فکر کنم 3 نوع تست مختلف برای تشخیص آلودگی ویروسی وجود داره. تستی که الان برای ویروس کنونی کرونا استفاده میشه بر شناسایی مشخصه کد ژنتیکی ویروس متکیه. داخل ویروس چیزی به اسم ریبونوکلئیک یا RNA هست که حاوی کلیه ژن‌های ویروسه. ما ابزار خیلی حساسی به اسم RT-PCR داریم که این ویروس رو آشکار میکنه. راه دوم شناسایی ذراتی از ویروس هست که کمی متفاوت از شیوه‌ای است که با کمک RNA انجام میشه. اما راه سومی هم وجود داره که دکتر ادوارد سعی در بهبودش داره. یکی از راه‌های خلاصی از عفونت ویروسی پادتنیه که وارد ذرات ویروس میشه و وقتی ویروس از بدن دفع شد که ممکنه چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال طول بکشه، پادتن‌هایی که اون رو پاک کردن در بدن باقی میمونن. همین پادتن‌ها هستن که بعد از واکسینه شدن ما رو در برابر عوامل بیماری مسئول نگه می‌دارن. هدف ما اینه که این پادتن رو بعد از پایان بیماری شناسایی کنیم. او میگه در مورد ویروس کرونا هم زمانی خواهد اومد که خواهیم دونست واکنش بدن چه بوده. برای مثال اگر کسی آلوده شده باشه بدون اینکه علائم بیماری رو داشته باشه، تنها راه کشف آلودگی اینه که از شماره بزرگی از مردم نمونه برداری میکنیم تا ببینیم آیا اون پادتنها رو تولید کردن یا نه، که اگر کرده باشن یعنی به این ویروس آلوده بودن. این نشون خواهد داد بیماری با چه سرعتی شیوع پیدا کرده و چه تعدادی مبتلا شدن بیان که علائم مریضی در اونها ظاهر شده باشه. البته تیم او در دانشگاه ردینگ سعی داره این شیوه رو بهبود ببخشه. در حال حاضر این شیوه در آزمایشگاه انجام میشه و احتمالاً در آینده هم همین طور خواهد بود، اما ما سعی داریم این شیوه رو ساده کنیم و سرعت بدیم. مثلا ما ترفندی داریم که به جای مرگ زدن یه ویروس میتونیم 10 پروتئین ویروسی رو برداریم و اونها رو روی نوار کوچکی قرار بدیم. بعد میتونیم یک نمونه رو تست کنیم، اما به جای اندازه‌گیری پادتن‌های مربوط به یک نمونه از ویروس کرونا، به طور بالقوه میتونیم طیفی از پادتن ویروس‌های مختلف کرونا در یک بیمار رو کشف کنیم. آل ادواردز از دانشگاه ردینگ بریتانیا بود. همزمان با تلاش‌ها برای یافتن دارویی برای معالجه مؤثر این بیماری، پزشکان مشغول امتحان کردن داروهایی هستند که قبلاً برای درمان HIV، ابولا و مالاریا به کار گرفته شده. یکی از راه‌های بالقوه مقابله با کووید 19 یک نوع داروی HIV است که ممکنه در مسدود کردن آنزیمی که ویروس برای بالغ شدن بهش نیاز داره مؤثر باشه. یک داروی تایید نشده دیگه برای درمان ویروس ابولا هم در بیماران چینی امتحان شده. پزشکان میخوان ببینن این دارو مواد ژنتیکی ویروس کرونا رو مختل میکنه یا نه. داروی دیگه‌ای که به طور گسترده در درمان انگل مالاریا کاربرد داشته هم در چین در معرض آزمایشه تا تأثیرش در زمینه پیشگیری از ورود ویروس به سلول‌ها مشخص بشه. همزمان یادداشتی در نشریه پزشکی نیو انگلند اشاره می‌کنه که بیماری در آمریکا با علائم رو به وخامت با دارویی به نام رمدیسیویر که برای ابولا ساخته شده بود درمان شده. این دارو رسماً از سوی سازمان‌های دولتی تایید نشده، اما آزمایش‌های حیوانی نشون میده که مانع تکثیر دو ویروس سارس و مرس
که هر دو از نوع کرونا هستند میشه. هرچند به گفته کارشناسان این آزمایش ها بر پایه‌های محکم استوار نیست، اما بی سابقه هم نیست. شیوع یک بیماری جدید و بالقوه مرگبار گاه پزشکان را وادار به امتحان کردن همه ابزارهای موجود برای نجات جان بیماران میکنه. و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم. تا هفته آینده روزهای خوبی براتون آرزو میکنم. بله، تازه های دانشی هفته رو داشتیم از سینا علی‌نژاد در پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی 27 بهمن از رادیو بی بی سی به همراه فرج بالافکن و نیک رندل. من داریوش رجبیان از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید.